ما خبر اخیر از کشور این که فیصل بگزاده به عنوان والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. آقای بگزاده وعده سپرد تا در تأمین امنیت بهتر و تطبیق برنامه‌های توسعه‌ای در هماهنگی با مردم فعالیت خواهند کرد. در این حال علمای دینی ولایت فاریاب به والی جدید این ولایت هشدار دادند که بدون مشوره علما هیچ تصمیمی را بدون راه اندازی عملیات‌های نظامی به تنهایی نگیرد. آنان خواستار تلاش بیشتر والی برای تأمین امنیت این ولایت شدند. و رویداد اقتصادی هم پس از وقفه کوتاه. کشاورزان در ولایت بدخشان در بخش جمع‌آوری محصولات با مشکلات شدید کمبود تجهیزات زراعتی اصلی مواجهند و با وسایل بسیار قدیمی و بومی به جمع‌آوری حاصلات کشاورزان مبادرت می‌ورزند. کشاورزان می‌گویند استفاده از این وسایل زایات هنگفتی را به جا می‌گذارد. مسئولان محلی در ولایت بدخشان هم ضمن تایید این مشکلات کشاورزان تاکید می‌کنند که به زودی تجهیزات پیشرفته در اختیار کشاورزان سراسر ولایت بدخشان قرار داده خواهد شد. محمد قاسم نصراللهی پس از سفر به مناطق کوهستانی بدخشان این گزارش را فرستاده است. زراعت در این منطقه هنوز همانچنان عقب مانده است که کشاورزان برای کوبیدن خرمن‌هایشان از گاو و از اسب استفاده می‌کنند. گفته می شود که در این منطقه از زمین هاکنون برف می بارد و بسیاری خرمن ها و زراعت اینها در فصل های طولانی سال و تیرما زیر برف می ماند. کشاورزان ضمن انتقاد شدید از دولت افغانستان و نهادهای امدادرسان می گویند تا کنون از وسایل بومی با مشکلات فراوان برای جمع‌آوری حاصلات استفاده می کنند و هیچ گونه توجهی به بهبود وضع کشاورزی صورت نگرفته است. خوی را می کنیم در موی جوزو ما مردم در جا قلبه می کنیم و تکلیف می کشیم. خوی نموی نمی زمستان شده گیست. این نمی آوی عبرت که نمی بارش و گیرش و تر تبا و نمی را بسیار با مشکلات جمع می کنیم می گیریم حاصلات ما. چیزی هم نداریم خب حاصلاتی هم نیست که بگوی حاصلاتی باشد که یک برمان چواده شش ماما زیر برف هستیم. هیچ کمکی هیچ به حاضر معاونت طرف همین مردمی ملتی پسمانده نمی رسد. واقعیت نمی مردم شش ماما میخرد در همین خانه بیکار است. هیچ کسب و کمال نداره. ولی بدخشان مشکلات کشاورزی در مناطق دور افتاده بدخشان را میپذیرد. او تاکید میکند که وضع کشاورزی در مناطق دور افتاده بدتر از آن چیزی که گزارش میشود. پای می‌افزاید در تلاشند تا از طریق دولت و نهادهای امدادرسان تجهیزات حداقل را در اختیار کشاورزان برای جمع‌آوری محصولاتشان به وجه بهتری قرار دهند. فعلاً در این منطقه که شما می‌بینید زراعت بسیار به شکلی کلاسیک و به شکل بسیار قدیمی و تقلیدی پیش میره و ما در صدد یزی هستیم که انشاءالله در آینده بتانیم به این سیستمی که زراعت در اینجا وجود داره این زراعت میکانیزه بسازیم، تخمای اصلاح شده در اختیار دیاخین قرار بتیم و حتی ماشینالات در اختیار ازیا قرار بتیم. بدخشان از جمله ولایات بسیار کوهستانی دور افتاده در کشور است که باشندگان آن عمدتاً به کشاورزی و مالداری مشغول هستند. این ولایت همچنان دارای مناطق بسیار دور افتاده کوهستانی و دشوارگذر است که به دلیل سردی هوا راه مواصلاتی آن عمدتاً در دو فصل به دلیل سرمای شدید مسدود می شود. رویدادهای ورزشی پس از یک وقفه کوتاه. و این هم چند رویداد خبری دیگر از جهان ورزش. تیم فوتسال تلویزیون آریانا بلخ در یک رقابت پرگل مدعی قهرمانی جام رسانه‌های بلخ را شکست داد و به مرحله نهایی راه پیدا کرد. در این دوره رقابت‌ها تیم فوتسال آریانا بلخ با نتیجه 8-3 از صد تیم فوتسال تلویزیون کام گذشت و با 3 برد به مرحله نهایی راه یافت. در مرحله نهایی تیم فوتسال آریانا بلخ با تیم فوتسال تلویزیون آرزو روبرو خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش. جام رسانه‌های بلخ به مناسبت ماه رمضان در نیمه این ماه بین تیم‌های فوتسال 8 رسانه برگزار شد. این رقابت‌ها از جذاب‌ترین و پرتماشاترین رقابت‌های فوتسال در شب‌های ماه مبارک رمضان در شهر مزار شریف بود. در ادامه این رقابت‌ها که پس از عید پیگیری شد، تیم آریانا بلخ در یک رقابت پرگل مدعی قهرمانی جام رسانه‌های بلخ را شکست داد و به مرحله نهایی را پیدا کرد. در این دور رقابت‌ها تیم فوتسال آریانا بلخ با نتیجه 8-3
از صد تیم فوتسال تلویزیون کام گذشت و با 3 برد به مرحله نهایی را یافت. همچنان در این رقابت‌ها بازیکنان تیم فوتسال آریانا بلخ نسبت به سایر تیم‌ها کمترین اخطار و هشدار از داور و هیئت تخطی دریافت کرده است. در مرحله نهایی این رقابت‌ها تیم فوتسال آریانا بلخ با تیم فوتسال آرزو روبرو می‌شود. علت بردیم بچه ها زحمت کرد، اتحاد و اتفاقی ما برد، زحمت کشی بچه ها واقعا بچه های ما هماهنگ بود. من احساسات خدا رو بیان کرد نمیتونم، بخیر اول شدیم باز برتون احساس کنم. با اینکه از آغاز بخش اختصاصی نشرات محلی شبکه جهانی آریونا در بلخ و شمال افغانستان حدود 6 ماه میگذرد، اما این بخش نشراتی توانسته هم در بخش خبرهای مربوط به شمال افغانستان جایگاه خود را در بین مردم پیدا کند و هم در نخستین حضورش در رقابت‌های فوتسال بلخ به مرحله نهایی را یافته است. و قهرمان فصل گذشته لالیگا در دور رفت مسابقات سوپر جام اسپانیا بامداد روز جمعه مهمان قهرمان جام حذفی در نیوکمپ است. بارسا با پیروزی 5-1 مقابل رئال سوسیداد در اولین هفته لالیگا نشان داد که با اقتدار وارد مسابقات شده است و بالاتر از رئالی ها قرار گرفت که در اولین مسابقه خود با تساوی 1-1 مقابل والنسیا در برنابو رضایت داد. و اوضای جوی کشور تقدیم می‌گردد. بیننده های ارجمند سلام بر شما. با سپاس فراوان از تمامی همکارانم در استودیو توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 19. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 19. مزار شریف همچنان آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 39، پایین ترین 28. و جلال آباد نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 42، پایین ترین 28. سرانجام کندهار نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 40، پایین ترین 25 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. برای شما تقدیم گردید. بینندگان عزیز، این بود مهمترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان تا این ساعت که تقدیمتان شده است. توجه و همراهی شما و همکارانم در بخش تخ...